به نظرم جایزه برای زامی جان یه ساعت دیواری بگیریم. منم زنجیرشو میگیرم کلاً بندازه گردنش. برای چی ساعت بندازم گردنش؟ برای اینکه در لحظه یادت باشه قیافت چقدر از زمان عقبه. پسر دماغو لباسای منو مسخره میکنه. خسته شدم. انقدر ماشاءالله سخت پسنده مگه میشه براش لباس خرید؟ بار خریدن همینه دیگه. سختیای خودشو داره. کیان، آلبوم عکسامو میخوای ببینی؟ میگم آتوسا اینا که همه آرمانه. تمام برنده و مارکایی که من میپوشم هیچ وقت حراج نمیشن. یعنی چی؟ یعنی اینکه خیلی گرون میپوشم. گرون خریدی بابا؟ این چیه؟ تقدیم به برادر عزیزم. وا چیه؟ همون ساعتی که میخواستی. منم میتونم ببینمش؟ آره چرا؟ همه ببینیم. با اجازتون آخه من مطمئنم این پسر هیچی پول نداشت. همین هفته پیش میخواست بره سینما اومدن خود من پول گرفت. حالا یهو این همه پول از کجا آورده؟ بابا جانم اون یک و نیم میلیونی که گفتی همون اول کار رفت دادیم به آرمان؟ این درسته؟ نه یه انصافه؟ نه من چند وقت نتونستم کلاس زبان برم بعد اون وقت این همه پولو بینیم آقا آرمان بره به قرافرش برسه. من بهش گفتم اینی که بچه رو لوس میکنه هی بهش پول میده کچلش کرد به خدا. تو خانومی، تو دختر منی، دخترها اصلا عاقلترن مادر. این پسرها هستن که عقلشون دیر میرسه. اصلا من نارسم، من کالم. نه بابا جون این حرفا چیه میزنی؟ تو دختر خوب منی، تو نابغه منی، تو سرآمد فامیل، این حرفا رو نزن. میخوای منو خام کنی؟ فکر می‌کنی من بچه‌ام؟ نه بابا. هنوز یه ما نشده 3 میلیون واسه آقا آرمان گوشی خریدیم. مادر جون، درست 3 میلیون دادیم، باباتم 500 تا تو جیبی بهش داد. ولی من برای تو بیشتر به خدا خرید کردم. 20 میلیون برات جهیزی گرفتم گذاشتم تو انباری خالت. تو 20 میلیون جهاز خریدی؟ ها بله. از کجا آوردی؟ وای با آقام فروختم. از کجا آوردم؟ از همونجا که تا به امروز زندگیمون اداره کردم. ما لنگ 500 تومن پولیم. اون وقت تو 20 میلیون پول ورداشتی دادی جهیزی گذاشتی تو انبار خواهرت. میبینی تو رو خدا این عوض تشکرشه. خیلی جالبه ها شاهرخ. من اگه برای این بچه تا به امروز این جهیزی رو خورد جمع نکرده بودم تازه ارزون گرفتم. الان باید 100 میلیون پول میدادی. تو داشتی 100 میلیون پول میدی؟ من نمیگم که چرا کردی. من میگم به جای این کار پولو میبردی میذاشتی تو بانک، میذاشتی وقتی که یه نفر اومد اینجا خواستگاری ایشون با هم دیگه با سلیقه خودشون میرفتن یه چیزی میخریدن. باور کن که شما و پسرت تا حالا نمیذاشتین یک قرون تو حساب من باشه. شاهرخ من با بدبختی که کار کردم از حلقوم شیر این جهیزیه رو در آوردم. مگه تو خودت جهیزی نداشتی؟ ما چیکار کردیم؟ رفتیم عروسی کردیم رفتیم دنبال زندگیمون. وای وای چه آخر پیری میخوای سرکوف به من بزنی؟ نه. که جهیزی داشتم یا نداشتم؟ من میخوام ببینم خودت وقتی اومدی خواستگاری من کار داشتی؟ ماشین داشتی؟ پول داشتی؟ تو حتی کوچلواردم گفتی از نریمان گرفتم. من کوچلوار از نریمان گرفتم؟ بله یادت رفته. ای حرفای میزنی یا خودت... حرف کجا بابا؟ بیا آتوسا. حالا دیدی؟ دیدی؟ وقتی این کارا رو میکنی بی موقع و بی جهت به این بچه پول میدی حالا اینم نتیجه. ناراحت شد بچه رفت. نگران نباشم من دخترمو میشناسم. حالا میره بیرون برمیگرده میگه بابا ببخشید معذرت میخوام هر موقع پول داشتی بهم بده. نگران اون نباش. میبینم آخه مری بچه تو با این فرق گذاشتن داری بدبخت میکنی بچه های منو. های برام دست درد نکنی چقدر زحمت میکشی. تو بار زندگی که نباید رو دوش تو باشی. اون لباس سبز هم اتو کردی؟ آره ازم آویزونش کردم تموم شد. برام جان اینو کجا میپوشی؟ اینو هر جای پا بده دیگه سر کار بیرون باله. باید قاب دستمالش کنی. قاب دستمال کنم من از این وقت چی بپوشم؟ لباس دارم من تا لباس خریدم توی این مدت. من خودم برات یه جفت جوراب خریدم روز مرد. اون آخرین لباس نوعیه که من داشتم. تازه جوراب بکشم سرم من هاست. عصبی نکن منو دیگه. چرا باز خود لباس نمیخری؟ حالشو ندارم من هاست. من پول ندارم دیگه. این سواله میپرسی؟ میخوای تو روح من بزنی آقا ندارم.
الان مشکل تو پوله؟ مشکلم پس چیه مناز؟ وگرنه من 10 برابر این آرمان و زامبیات بلدم چی بپوشم؟ بچه تهرونم مسکه ها. بیا بهرام جان بیا. من از داری با موبایلت فیلم میگیری همه؟ خونه اصله بابا آخه یعنی چی الان پول دادیم اصلا من ذوق زدشم برای فامیل تو نشه من چی پول میدم به هر چی دوست داری بخواد یعنی الان برای منه منو من تو پول نمیدم بیا برو هر چی دوست داری هر چی جمع کرده بودم بیا برو واسه خودی چیزی بخر داری الان جدی میگی منو فدات شم من از من غلط کردم خدا شاهد فکر کنم داری فیلم میگیری برای فامیلاتون دوباره میفرسی ذوق زدگی منو مسخره کنم میخوای برای بچه ایسی بخرم باز بذار بچه نون روا بشه دوست داری واسه خودت بخری من از اینا رو داری جدی میگی الان؟ من تا حالا به تو دروغ گفتم بهرام فقط من هنوز دیوونه میکنی منو به کارات فقط من یه شال میخوام یه شال چش یه شال برد میگم نوکرت هم اصلا پول خودت عزیزم حالا که داری اونجا میری اون مغازه گنده هست کنارش یه چند تا چیز دیگه هم داره چی مثلا من مینویسم بهتون چش بنویس که یادم داره من که دارم میرم میگیرم دیگه هر چی میخوای بنویس که من بگیرم میخوای اصلا خودت بیای با هم بریم فقط میخوام خیلی به خودت برسی من پول داشته باشم خوشیپتای مرد ایرانم خدا وکیلی یادت نیست اون موقع تازه با هم ازدواج کردم من دستم به دهنم میرسید چه لباسایی میپوشیدم دخترای فامیل تو همه فکشون خورده بود زمین به من نمیگفت ولی همش میگفت من از اینو کجا مخشو زدی و فلان همه اینا رو بخری خب بعدن اونجا نگاه خیلی به خودت برسی یا تیپ بزن میخوام با مرده و لباسش مرده و تیپش دیگه من این اصلا قابل تو رو نداره ایدی من به تو من از من رو نگاه کن خدا شاهده این آتوسا چه که باز این برج زهر ماره تو رفتی با آتوسا چی گفتی ها؟ به جون بابا شارخ اگه من چیزی گفته باشم تو نگفتی ولی بچه من خیلی نیست وقتی تو رو این همه آل گارسون میبینه نمیفهمه پول داشتی؟ خیلی خوب بابا از آتوزا چیزی کم میشه من لباس نو بپوشم چقدر بخیله این؟ نه کم نمیاد اصلا هم حسود نیست فقط میدونی چقدر وقتی به بابات التماس کرده 500 آمریکا راست دوام بهش بده نداده؟ بهش بدید مگر نه که تأمین هزینه های بچه به عهده پدر و مادرشه تأمینش کنی؟ یعنی تا حالا نکردیم بابا؟ چرا بابا تأمین کردیم ولی چیزی میگم ناراحت نباشید اذیت نشید من یه چیزی میگم آروم میگم شما آروم برخورد کنید ما برای هر قرونی که قراره بره تو جیبمون از سمت شما باید 100 تا اجرا التماس کنیم خب این درست نیست دیگه من مطمئنم همین الان من اگه به شما بگم شما دوباره به من میگی که ما اصلا پول نداریم بدیم یعنی پول میخوای بازم؟ چرا نخوام؟ من هنوز 3.5 از شما طلب دارم وای وای خدایا تو این پولا رو برای چی میخوای؟ من میخوام پول خودم رو میخوام تو آخرش با این چشم هم چشمی و کل کل به این زامبیات ما رو دیوونه میکن حتما میخوای بری تو هم ساعت بخری ها؟ اگه پولو میخواد بهش بدین تارف نکنی شما گوش بایمیزی؟ آتوسا اشکالی داره یا نه؟ این برای من جون کنی این برای من آتوسا آتوسا درک چرا داد میزنی تو؟ آتوسا جان آتوسا خانم بله پوران خانم خوبی؟ خوبم خیلی ممنون چیزی شده؟ نه چیزی نشده آخه من صدای جر و بحث شنیدم بله مامانم جر و بحث میکردن سرم کلاس زبان رفتن من بود چیز خاصی نیست مگه ثبت نام نکردی زبان میخونی دیگه ثبت نام که نکردم پوران خانم نشد الان خودم میخونم چرا قرار بود یه چیزی بفروشین که ثبت نام بدین هزینه ثبت نام تو بدی بلور جات قرار بود بلور جاتو بفروشیم پول کلاستو بدی دیگه قرار بود پوران خانم خب ولی پولا رو برای یه کار واجب تر میخواستم میخواستم بدن به آقا آرمان که به غیر و فرش برسه سجا
ببینم این قصه نخوری یا گریه نکن عزیزم، گریه کنی چشا ضعیف‌تر میشه. پورا خانم من اصلا باورم نمیشه، من این همه زحمت کشیدم، همه بلورجات رو من فروخت. میدونم حق داری، حق داری، من درستش میکنم، من حلش میکنم، تو قصه نخو، گریه نکنی یا ببین گریه میکنی منم گریم میگیره، احساست میشم، خب گریه نکن، حلش میکنیم. چی رو میخواستم حل کنم؟ آها جنب، گریه نکن دیگه، من دوباره گریم میگیرم. برچی شاد بخواد این زامبیات ماشین آخرین مدل بگیره؟ بابای بدبختت میتونه بخره؟ بابا مادر من، آخرین تیر ترکش اینا همین ساعته. ارزش هر انسان جوهر وجودشه، گوش بده به این حرفا. بابا چرا شاید موجه تلویزیون حرف میزنی؟ من یه سوال دارم، آیا به شما بر نمیخوره که اینا به خودشون میگن 20 واحدی، به ما میگن تک واحدی؟ نه خب تعداد واحداشونو دارن میگن بابا جون. این عقده یا هر روز میگن 20 واحد داریم 10 واحد داریم، یعنی چی واقعا؟ من هر دفعه خواستم یه جوری بهشون بگم ولی گفتم ولش کن، چرا باید به اینا اهمیت بدم؟ خوب کاری کردی، خوب کاری کردی. جواب ابلهان خاموشیه. چرا بی خودی درگیر بشیم وقتی میتونیم با یه ساعت مچی اینا رو نابود کنیم، اونم بدون درد، بدون خونریزی. مگه با چاقو زدنت بچه؟ خب مال خودش رفته ساعت خریده، مبارکش باشه. آدمی که سحر میخوابه، عصر بیدار میشه، شب نهارشو میخوره، ساعت میخواد چیکار؟ من 3.5 طلب دارم اونو بهم بدی میخوامش. گم شو، چه پرو؟ مگه تازه پول نگرفتی؟ واقعا عجیبه، اینجا تشکرتونه؟ من دارم 3,500,000 تومان از سرمایه شخصیم برای حفظ آبروی خونوادم خرج میکنم، بعد شما اینجوری از من تشکر میکنی؟ دستتون درد. بذار برات یه فکری میکنم. من قربون پدر پسر شجاع برم خدا. نه که تو هم خیلی پسر فداکاری هستی؟ ببین اینجوری پروش میکنی ها، ببین چقدر طلبکاره. خب خانم پولشو میخواد، چی کار کنم؟ جوونه، تو سن بلند پروازیه، اگه من کمکش نکنم عقده‌ای میشه، از هر 10 نفر آدم عقده‌ای هم 9 تاش معتاد میشه. به خدا اگر این بار بهش پول بدی دیگه نه من نه تو شهر. پول خودشه، تو فکر کن اینم یکی از همون طلبکاراست، اومده پولشو میخواد بابا جون. اصلا چه معنی میده بچه اینقدر از بابا هنرش طلبکاری بکنه؟ خب خودت هم داری بدهکارش میدی دیگه، این بار بهش پول بده دیگه. مثل که اون 5 میلیون من ماشین خریدم گشتم زیر پای شما ها. سویش ماشینو کجا؟ تو جیبا. بده به من. واسه چی میخوای؟ بده به من. بده من دیگه. کارت بانکو دفترچه حسابارم بده. متوجه چی کار داری میکنی؟ چی کار دارم میکنم؟ بده به من. کارت. نمیخوام. بده من. خودت هم برو همه بده کاریاتو بده. اصلا به من مربوط نیست، من آخه با این ماشین رفتم گردش، خب باش کار میکردم. این چه حرفیه که تو میزنی؟ برم؟ بله. به همین راحتی؟ بله به همین راحتی. حواست به خودت هست؟ داری چی کار میکنی؟ هست. من اگه رفتم نگه منت بکشی یا بگی شارخ جون غلط کردم، شارخ جون ببخشید. ها؟ نه نمیگم، نمیگم ببخشید. فکرات کردی؟ کردم بابا. خیلی خوب بهت میگم، صبر کن. مناس باز داری ورزش میکنی، این بچه گولاخ به دنیا میاد. ای بابا برام، تمام کسرم کمرم درد. مناس یا داری میخوری یا ورزش میکنی، این بچه چند کیلو قراره به دنیا بیاد؟ تو یه بار با هم اومده بودی دکتر. باشه مبارکت باشه، مبارکت باشه. مال منه. نه نماش برای شماست. خیلی خودت کوپاست. نه من چیزی نخریدم دیگه. چرا چیزی پسند نکردی؟ نه پسند، اصلا به پسند کردن نرسید مناس. چرا وقت نداشتی؟ چرا وقت داشتم، چی کار داشتم، فقط نگران تو بچه بودم، اونم میرسیدم دیگه. حوصله نداشتی؟ چرا حوصله هم داشتم، اتفاقا خوشحال بودم امروز، چقدر مردم میرن خرید و اینا، ما همش تو خونه نشستیم. پس چی نداشتی بهرام؟
من از به نظر چی نداشتم؟ پول نداشتم دیگه. میگه چی نداشتی مناز؟ حتما باید بگم. من اینجوری حرف میزنم، من به پول دادم دیگه. مناز اون پول بود، 100 تومنم گذاشتم روش، اینا رو برات خریدم. بیرون نمیری، خبر نداری چه خبره؟ همه چی گرون شد. بابا میگم اقتصاد اصلا درصدش کشته بود، همه چی متورمه مناز. خیلی وقت بود این روسری رو میخواستم. خوبه؟ حسد درد نکنه. مبارکت باشم مناز. خیلی قشنگی، خیلی ممنونم. لباس نو خیلی حال میده. آره حالا تو هم نگران نباش. چند وقتی با هم میریم خرید، این خاور میگه یه جایی رو میشناسه، قیمتش یه سوم جایی. خاور بعد به ما بگه ما بچه تهرونیم، بگه کجا بریم. بلده دیگه. بلده دیگه. خیلی قشنگی. مبارکت باشم. بد نیست اصلا. این مناز؟ آره دیگه. مناز تو نمیگفتی این به درد نمیخوره، آبروی منو نبرین و نپوشین، آشغاله؟ نه اصلا خیلی هم بهتر شد که تو خرید نکردی، برای اینکه فکر میکردن که به این زامیاده حسودی کردی، داری باش رقابت میکنی. اینجوری اصلا به چه مردونت هم خیلی حس میشه. آره به چه مردونم مون، درسته؟ آره دست در نکنه، قشنگم نه؟ خیلی قشنگی. بعد تو جز معدود زنایی هستی شأن مردشون رو حفظ میکنه. آفرین، قدرم رو اشکایی نره آدم لباس کثیف بپوشه، لباس قدیمه شأن آدم بده حفظ میشه. بله شأن مرد زنش لباس نو بپوشه، خیلی شأن مرد مهمه دیگه. هرچی داره خرج زن و بچهش کنه، ولی شأنش بود. خودم بوده 100 تومن نذاشتم روش من آزال مبارکت باشه، ولش کن. این قشنگه. نه من از میگم باشه دیگه بابا، حرفی نزدم که، ولی اینو نگو قشنگ، اصلا منو خراب نکن. نه ولی به نظرم بد نیست واقعا. آرمان عزیزم بالشت منم بده. بابا بی شخصیتی چیه با؟ آخ من این فرهنگ هم هست جان؟ آه با کی صحبت میکنی؟ آه هیچی، داشتم یه مدرسینو تمرین میکنم. میگم آرمان بیا امشب یه کار باحال کنیم، بیا جامونو با هم عوض کنیم، یعنی من رو توشک تو بخوام، تو رو توشک من بخوام. چه فرقی داره این ورم ور آقا برام؟ چرا باید همچی کاری بکنم؟ یعنی چه فرقی داره؟ تنوع دیگه. جامونو هم تنوع بعد هم یاد آقا برام. رو دست بزرگتر میزنی؟ آرمان زدی رو دست من؟ بعد چجوریه که تو لباس تنوع دوست داری، زرت و زد لباس عوض میکنی، ولی سر توشک تنوع دوست داری؟ بران جان دارم حرف میزنم، یه لحظه دارم صحبت میکنم. من اجازه بده، اینجا اتاق کیه؟ آرمان ما همه مال اینجا باسته. اتاق کیه آقا بهرام؟ اتاق آرمانه. این توشک ها مال ماست. منم دوست دارم رو این خوشخوابه بخوابم. شما هم برو خدا تو شکر کن که داری همین رو میخوابی. باشه؟ شب بخیر. تغییر کن آرمان، تغییر کن. بهرام بزرگتر تو تغییر داره. بابا معرفت من رنگی نداره دیگه. بخوام دیگه رنگی نداره؟ نه نداره. خب بدبخت دیگه بهرامی نیست. نباشه بهرامی. نباشه. سلام علیکم. آقا سلام آقا شبتون بخیر. شما باز چی اومدید اینجا؟ هیچی بابا شما، اومدم ببینم این جوونا تا دیر وقت بیدارن چی کار میکنن. چه شب بدی رو انتخاب کردی؟ ما امشب داریم زود میخوایم، میخوایم فردا شب تشریف بیارین ما ببینیم که چجوری. اتفاقا خیلی خوبه، اینقدر خستم بابا که حد ندارم. آقا اینجا اتاق کوچی. نه بابا جون دعوای چی؟ آقا علی زاده وایسا پیش پسرم بخوابم هم. آقا خب اینجا جا کوچیکه، دو تا تشک بیشتر نداریم، پسر تا یه شب دیگه پیشش بخواب. نه اتفاقا خیلی خوبه، خیلی هم راحت. برو ورتر شما. وای شما یکم برو ورتر. چی شد؟ چه آدم بدبخت گرفتار فلک زده ای. تقصیر خودته. سر هم موضوع چیه آقا؟ موضوع چیه آقا؟ برام مسئله در اون خانوادگی، لطفا دخالت نکن برادر من. باشه اجازه بده شما برو برتر من بخوام. بابا آقا یه دقیقه وایسا، مسئله درون خانوادگی چیه؟ ما که الان دیگه همه یه خانواده ایم، داریم تو این ساختمون زندگی میکنیم دیگه، منم جزی از شمام، با من راحت باش. برو برتر من بخوام. نه بابا جان قهرم نکردم، تا حالا دیدی من با مامانت قهر کنم؟ فقط سر هم موضوع گو، اگه اون مسئله شو اوکی کنی، نه من نه تو، فهمیدی؟ تقصیر خودت. من قربونت برم، زنده باش. من دور سرت بگردم. حالا اجازه بده برو برات. من بخوام کردی اومدی امشب زنده باش. ببین بابا فقط تو فردا این قضیه رو اوکی کن خب، که من برم پوزه اینا رو اوکی کنم، مامانم اوکی کار دستش بده. باشه برنامه اوکیه، من خوراکم اوکی کردنه. بریم بپرسین سلسبیل برام اوکی، همه آدرس منو میدن، خودم میرم براتون اوکی میکنم. فقط به من بگید. بعد این مهری خانم من قبول دارم، بعضی موقع خیلی تو مخه. برو بهتر میرم اوکی میکنم، سری میام. خب آقا برام اوکی
جان بفرمایید بریم اون چراغ اوکی کنی من یه دقیقه اینجا دراز بکشم زود دراز بکش خوردت برم اینجا میخوابی آقا من چی اوکی کنم برای خواب چی اوکی کنی واسه خواب دیدی بهت گفتم برو خدا تو بخواب اون ندارم دیدی بهت گفتم که برو خدا تو شور کن داری همینجا میخوابی الان برو رو زمین بخواب قبلش هم چراغ خاموش کن بابا ما نور نمیتونه برو اون بر بهرام چقدر خمیازه میکشی اعصابم خورد شد ای عزیزم دو شب نخوابیدم ای چه طرز حرف زدنه این بچه کی به دنیا بیاد من از این آل خون بال خونی در بیام بدبختیشو من دارم میکشم قرشو تو میزنی برو من ببینم من از تو دو وجب جا میخوابیدیم این خلیلزاده اومده بعد من از باید ببینی چه جوری میخوابه خور رو پف نمیکنه صدا گودزیلا در میاره این بابات یعنی تو خور رو پف من یاد بابات انداخت حالا خلیلزاده اونجا چیکار میکنه چه میدونم بابا اینقدر خانواده توداری هن اصلا با هم رمزی حرف میزدم من نفهمیدم چی میگن ولی اونجایی که تیزم فهمیدم اینا یه مشکلی دارن با هم اوکی نیستن فکر کنم ما خب باهوش خلیزاده با مهری جون دعوا شده دیگه بابا پس همینه این اومده وبال گردن ما شده دیشب دیگه یعنی چی معناست یعنی اگه آشتی نکنم من امشبم نمیخوابم من اگه دو شب نخوابم دیگه آدم سابق نیستم چه تزاری جا انداختی سرت؟ خب میگه واسه چیکار کنم من الان؟ با این وضعم معناس معناس جان یه کاری برای من میکنی؟ چیکار؟ برو اینا رو با هم آشتی بده گناه دارن آتوس و آرمان من فضولم تو کار زن شوهر دخالت کنم به من چه؟ معناس من همچی حرفی زدم تو فضولی؟ تو همه سر نجابتت قسم میخورن تو این خونه میدونی حرف تو چقدر تو اهالی این خونه برو داره؟ آقا؟ آره؟ تو چجوری خودت جایگاه خودتو نمیشناسی تو این خونه؟ تو باید بری حرف بزنی دیگه من برم حرف بزنم حرفمو قبول نمیکنن حرفم برو داره؟ آره مهناز بهرام من اصلا از اخلاقا ندارم تو کار زن شوهرم دخالت نمیکنم به من هیچ ربطی نداره فضولم خودتی و خط قرمز بابام هم الان اضافه شده بابام مامان خط قرمز از این موضوع به هیچ کس هم حرف نمیزنی سلام صبح بخیر چیزی بیای شنیدین آقای خلیلزاده و مهری چون دعواشون شده قهر کردم شنیدین؟ تو بهش گفتی؟ من که همش پیش شما بودم پوران چون من خودم از همه چی خبر دارم ماشاءالله فقط نمیدونم سر چی دعواشون شده خب دعوا پیش میاد دیگه مهم اینه که یه راه آشتی هم وجود داره بله مثلا معمولا یه بزرگتری وساطت میکنه دعوای بین زن و شوهر تموم میشه پوران جون شما به نظر من اگه وساطت بکنین خیلی خوبه بله من؟ بله خب من با مهری جون میتونم حرف بزنم ولی آخه با آقای خلیلزاده من رو نمیشه چی بگم؟ کار خودته من با آقای خلیلزاده صحبت کنم؟ نه جناب سرهنگ حرف بزنم راست میگیم بابا میتونم با آقای خلیلزاده صحبت کنم ولی یکی هم باید با خاور خانم صحبت کنم اصلا چرا اسم خاور رو اصلا به آقای خلیلزاده نمیومد نه اصلا این شما که اصلا نمیتونی موضوع چیه دعواشون سر چیه منوس جان اصلا صحبت خاور خانم نیستش بل. که یعنی اصلا آقای خلیلزاده با خاور خانم نه اصلا هیچ ربطی با هم نداره اصلا اینجوری نیست بس بگین سر چی دعواشون شده دیگه بابا فضولی میمیرم یه موضوع کاملا خانوادگیه میدونی بین خودشونه داستان آرمان و ثبت نام کلاس آتوساس و اینا حل میشه خاور چی؟ بس
سلام. سلام. بفرمایید توت فرنگی؟ نه خیلی ممنون، من آلرژی دارم. بچه‌ها امروز صبح نارگیل با آووکادو خوردم. دل درد نگیر یه وقت. ببخشید خاور خانم. منظورت پارمیدا بود؟ بله منظورم پارمیدا بود. میشه یه خواهشی ازتون بکنم؟ آره میشه یه خواهشی از من بکنی؟ خواستم بگم که ممکنه اون چیزهایی که در جمع میخرید برای آقازام یادتون رو به همه نشون ندین؟ الان این حرفی که زدی یعنی من پوز دادم؟ من کی پوز دادم؟ منظورت اینه که من مدام جلوی همتون پوز دادم؟ خب بیام جلوی کی پوز بدم؟ نه ما میدونیم که شما خیلی وضعتون خوبه، فقط داریم میگیم نیارین جلوی بقیه. بله گفتیم که برای یه جوونی مثل آقا آرمان خیلی سخته که بخواد پا به پای آقا زامیاد شما بیاد، به خانواده‌اش فشار میاد. اولا که آقا آرمان اشتباه میکنه پا به پای زامیاد میاد، بعدش هم فکر کنیم اگه من چقدر خرج کردم، پولی ندادم بابت این چیزا. ما میدونیم اینا برای شما پولی نیست، ولی 1.5 میلیون پول لباس برای خانواده مهری خانم خیلیه. 1.5 میلیون؟ 1.5 میلیون رفته پول داده؟ خب از کجا خرید کرده؟ سرشو کلا گذاشتن. من نهایت پولی که داده باشم 450,000 تومنه، پولی ندادم. دروغ میگی؟ تو حراج خریدین؟ نه خیر، تو محله قدیمی ما قیمتا همینه. پس حتما اصل نیست. اصل نیست؟ معلومه که اصله. اصل خود چینه. اصل چینه. آقا آرمان اگه بلد نیست خرید کنه بیاد از من مشاوره بگیره تا بهش راهنمایی کنم از کجا خرید کنه. راست میگه. ببخشید خاور خانم، میشه لطفا آدرس اونجا رو بهم بدین؟ برام چند تا پیرن لازم داره. اگه اسم من یاد بگیری. آره عذر میخوام پارمیدا خانم، میشه منو با خودتون ببرین این دفعه؟ حالا فکرام بکنم. پارمیدا خانم. نه به خدا پوران جون، اصلا نمیگم باور کنید، خواهش من اصلا روم نمیشه بگم قبول کنید. اصلا به خدا چرا شما همیشه به ما لطف داشتی؟ نه به خدا اصلا فکر کن اینو از خواهرت داری میگیری. من خواهرت نمیخوای قبول کنی؟ آدم باید از مهربونی خواهرش سوء استفاده بکنه؟ من خودم پیشنهاد کردم، خودم گفتم پرداخت میکنم. میدونم ولی نمیگیرم، امکان نداره. پس من خودم اینو مستقیم ببرم بدم به آتسا، ولی فکر نمیکنم شکل خوبی داشته باشه. خودم ببرم؟ خب نه بدیم ببرم. مهر جان من اصلا نمیخوام دخالت بکنم، ولی اگه بین بچه ها فرق نذاریم بهتر. این تفاوت بین بچه ها باعث میشه آینده خوبی نداشته باشن. پوران جون اینو به خلیزاده بگی، اونی که بین بچه ها فرق میذاره، هرچی این آرمان میخواد میده بهش، ولی باور کنید این بچه هر وقت پول خواسته نداشته بده. آخه آقای خلیل زاده ریش سفید، من روم نمیشه بهش چیزی بگم، ولی ببخشید میگم، میبینم که یکی از بچه هاتون داره یه جورایی لوس میشه، برای آیندش اصلا خوب نیست. درست میگین شما، همش تقصیر خلیل زاده است. هرچی میگم بابا به این بچه ها رو نده، ولی بازم کار خودشو میکنه. ببخشید درست حتما چندین بار شمردم. نمیفرمایین تو؟ خیلی ممنون، قربون دستتون. ایشالله خلیزاد پول دستش بیاد زود بر میگردونه. فعلا. ببخشید خیلی معذرت میخوام، من یه سوال داشتم از حضورتون. به نظر شما آدم میتونه بین بچه‌هاش فرق بذاره؟ نه آدم نمیتونه بین بچه‌هاش فرق بذاره. حالا مهری خانم به من میگه تو بین بچه‌هات فرق میذاره، یعنی من حمایت بیشتری از آرمان میکنم تا آتوسا؟ نه به نظر من شما بین آتوسا خانم و آرمان جان فرق نمیذاره. حالا ممکنه که آتوسا جان چون دختره حساس تره گاهی اوقات یکم ناراحت بشه چون شما یکم فرق میذارین، اما شما باید بدونید که پس فردا آرمان باید وارد جامعه بشه، نباید لوس بارش بیاره. اینو به مامانش بگید. من تذکر دادم بهشون، من واقعا آرمان رو مثل بچه خودم دوست دارم، فقط دلم میخواست قدیم بود. دو ماه این سرباز من بود، من 2 ماه 3 ماه یه مرد بهتون تحویل میدادم. این بدشانسی ما بوده، بدشانسی من دختر خودم رو هم مرد بارا بارا. ماشالله بهش سخت بگیرین، بذارین بفهمه یه من ماز چقدر کره میده. اگر ناراحت شد ناراحت بشه، گریه کرد گریه بکنه، یه روزی میفهمه چه لطفی در حقش کرده. بهش پول ندین.
نمیدم. یعنی ندارم که بدم. ندارین؟ ندارم. یعنی هیچ کدوممون نداریم. نداریم. اوضاع خرابه. خلیل‌زاده جان. جانم. ببخشید من دخالت میکنم گاهی اوقات یه چیزایی میگم، ولی به خاطر اینه که من واقعا شما رو عمیقا مثل برادر خودم دوست دارم. همینطور منم شما عین برادرم هستید. دقیقاً درست. با زنت برو آشتی کن دیگه. نظر بچه ها و مسائلشون بین شما دوتا فاصله ایجاد کنه. من نه نمیذارم. ولی یه چیزی بهتون بگم، بین خودمون باشه ها، شما مثل برادرم هستین. منو مهری، یعنی من عاشق مهری هستم. معلومه. یعنی ما از بچگی با هم بزرگ شدیم. شما یه چیز میدونستی؟ نمیدونی ما دختر خاله پسر خاله هستیم. والا اونم خیلی منو دوست داره، خیلی زیاد. نگاه هارت و پورتش نکنی، این همین جوریه. اما عاشقم. خلیل‌زاده جان، جانم، خدا بیامرزه همسر سابق من. خدا رحمتش کنه. تو احساس شرمندگی نکردی؟ خب معلومه میتونم احساس شرمندگی نکنم، مخصوصا تو روی آتوسا. اون که خودش رفته همه جا آبرون برده. نه بچه‌م هیچ جا آبرون نمیبره، اصلا ازش هیچ که بفهمه. تو هم لطفا به روش نیار. نه خیالت راحت باشه، فقط نمیدونم جواب آرمانو چی بدم. جواب؟ مگه باید با آرمان جواب پس بدیم؟ والا خوب دو روزمونه عوض شده. تا بود باید به پدر مادرمون جواب میدادیم، حالا باید به بچه‌هام. من نمیدونم کی باید جواب ما رو بده. فکر کنم شدیم نسل سوخته. والا حالا نمیخواد مثل تو فیلم ها با من حرف بزنی. بیا ببر به آتوسا رو ثبت نام کن. انشالا سر برج بهش پس بدی. حالا اگه دوباره به جای حقوقت بلورجات بهت ندن. داری متلک میگی؟ نه متلک نمیگم. از سادگی و قلب مهربونه میگم. مردم زور میگن به جایی که حقوقتو بدن بردارن یا مواد اولیه بدن. نه دیگه، من جز پول نقد دیگه هیچی رو قبول نمی کنم. حالا ببینیم. فقط حواست باشه آتوسا نفهمه که با سرهنگ حرف زدی. نه حتما حتما. آتوسا بله. کجا؟ دارم میرم کلاس زبان ثبت نام کنم. به سلامتی. پس پول به خزانه رسید. آره چطور؟ بابا کجاست؟ بابا داره میاد. به من گفت برو ماشین روشن کن تا من بیام. تو ماشین روشن کنی؟ ببین آتوسا گاز وسط، ترمز وسط. آتوسا بابا من ماشین روشن کنم. آتوسا برو بالا عصبی نشو. بی ادب. اصلا عجیب. بابا این بود رسمش؟ برای چی؟ برای چی؟ اون که ساعت بگیریم دیگه. ساعت واسه چی میخوای؟ بلش کن بابات میخواد بره ثبت نام دیر میشه. وقتی من حرفی ندارم، بره بچه رو ثبت نام کنه. ولی پولو به من بدی من برم ساعتمو بگیرم. بابا تا دو ماه دیگه پول نداره به شما بده. چی؟ تا دو ماه دیگه پول نداره؟ بله. بچه تو میتونی واسه آتوس خانم پول جور کنی؟ فقط واسه من نمیتونی. هی هی هوی. چته؟ این بچه 4-5 ماه منتظره، اونم واسه درسش میخواد. بله. نه این که به خاطر قرفرته. بیا برو کنارش. بابا جان یه لحظه باش. بابا ماما چرا بین بچه هاتون فرق میذارین؟ چرا بین من و آتوسا فرق میذارین؟ وای آرمان، وای آرمان، ما کی فرق گذاشتیم؟ کی فرق گذاشتین؟ همین که از 10 سالگی شروع کردیم واسه اون جایزه خریدن، یعنی فرق. بسه اینقدر که تو پول گرفتی اون بدبخت نگرفته، بعدم جایزه به تو مربوط نمیشه. بیچاره نمیخوام اینقدر چشمم چشمی زامبیاد بخوای بری یه خرید کنی پولتو هارون کنی. این زامبیادو میبینی؟ من نگاه کردم هیچ کدوم از اون مارکا واقعی نبود، تقلبی بود. بی خود پولاتو خرج نکن. باشه شما 10 تا یخچال بخرین، 6 تا گاز بخرین، 2 تا فر بخرین، من پولمو میخوام. پولمو میخوام. ما طالب تو پول دادیم، هنوز پای بدهکاری نیست. آره نیست آقا، نداریم. قول این آقای دلپاک این کف دست مو داره بکن. میگم نداریم باورت بشه. ندارین دیگه. نه بابا بدبخت از کجا بیاره؟ نه باش، من نه پولمو میخوام، نه این زندگی رو میخوام، نه این خونه رو میخوام،
میرم روی پای خودم وای میستم. خدا مرگ چی شد؟ دست چیزی شد؟ چیزی نشد. دست چیزی شد؟ مامان میرم پشت سرم هم نگاه نمی کنم. دیگه آرمان رو نمی بینی. برو 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 به درک برو. سلام خانم خانم. ببخشید. ببخشید من ناخواسته شنیدم. ببخشید برادرانه فضولی میکنم. ولی ما باید با این نسل با جوانهای کم مدارا کنیم. باید یکم تعامل داشته باشیم. الان این جوان اینطوری رفت بیرون. خدای نکرده یک بلایی سر خودش نیاره. من میدونم. میدونم این هزار بار از این قهرها کرده. ولی مطمئنم شب برمیگرده. ولی تا برگرده این جون منو به لبم رسونده. از این قهرها پس میکنه دائم. بله. خب پس اگر این پسر من بود من میدونستم. ببخشید. همینجاست؟ آره قبل این که بیام حبسی یه مزاقه اینجا رو چوب میزدم. طرف این خرپولاس اسمش هم اقباله. پسر چند سالشه؟ یه پسر 30-40 ساله داره که با اینا زندگی نمی کنه. یه پسر 19-20 ساله هم داره. پسر همینه؟ آره آره خودش. درست نگاش کن مطمئنی پسر سرایداره نباشه؟ نه بابا سر وضعشو نگاه کن به کل زندگی ما میارزه. نرم حرکت کن برو بغلش بغلش بمون کاری نباشه. آقا بسر جانم. آقا بسر یه لحظه اونو بردار اونو بردار یه لحظه. سلام. سلام. یه آدرسه رو بلدی؟ بله همینو مستقیم میری داداش. چیکار می‌کنی آقا؟ چیکار سرش؟ سرش. دیوار به دیوار.